میتونن ازش هم در کشورهای پیشرفته هم در کشورهای به اصطلاح نوظهور، قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه. یک نکته خیلی مهم این که ما این رو که تعیین می‌کنیم در اختیار بیشتر به عنوان قانون اساسی نیست. نقش ما تعیین قانون اساسی نیست. نقش ما ارائه پیشنهاد به قانونگذاران آینده ایرانه و ما در این زمینه حساسیت‌های مردم ایران رو در نظر می‌گیریم. فکر می‌کنم سه حساسیت بزرگ این در ایران در حال حاضر وجود داره که این باید در قانون اساسی آینده ایران در نظر گرفته شه. در درجه اول ما رشد اقتصادی می‌خوام. بدون رشد هیچ کاری امکان پذیر نیست. بدون رشد سنگ روی سنگ بنده میشه. هر سال 1,300,000-400,000 نفر وارد بازار کار ایران میشن. باید به اینها کار داد، وگرنه همین آش و همین کاسه. در نتیجه رشد اقتصادی هست. ما برای رشد اقتصادی هیچ چاره ای نداریم. برای ایجاد اشتغال هیچ چاره ای نداریم جز اینکه بنگاه‌های تولیدی به وجود بیاریم. و بنگاه تولیدی به وجود نمیاد مگر اینکه سرمایه گذاری در کار باشه. و در درجه اول ما میخوایم بنگاه اقتصادی رو در مرکز فعالیت جامعه ایرانی قرار بدیم. ما میخوایم به کارآفرینانمون، به سرمایه گذارانمون جایی رو بدیم که در خودمون هستن. و برای اینکه رشد اقتصادی ما تامین بشه یک کلمه جادویی وجود داره. ما به این کلمه جادویی باید بپیوندیم. بارها در سخنرانی‌های دیگه هم به این اشاره شد. کلمه اعتماد، ایجاد فضای اعتماد. بدون اعتماد هیچ کاری امکان پذیر نیست. بنابراین ما در درجه اول باید فضای اعتماد به وجود بیاریم برای اینکه سرمایه گذاران چه ایرانی چه خارجی بتوانند در ایران برای اقتصاد ما کار بکنند. ما هوادار اقتصادی هستیم که بر مبنای بازار میچرخه، اقتصاد آزاد هستیم. منتها من به حساسیت بقیه این گروه ها میدونیم که اصالت این شورا این هست که میخواد جمع کنه ایرانی ها رو دوره هم. ما نمیخوایم جنگ ایدئولوژیک به سر ایجاد بکنیم. ما نمیخوایم ایرانی ها رو در برابر هم قرار بگیریم. ما میخوایم ایرانی ها دور هم جمع بشن و برای این اساس حساسیت های اونا رو در نظر میگیریم. فکر میکنم در مورد اینکه به مردم ایران اجازه داده بشه سرمایه گذاری بکنن، ما باید واقعا اصول اقتصاد آزاد رو رعایت بکنیم. یعنی مالکیت در ایران محترم شمرده بشه، قدرت ابتکار سرمایه گذاری به ایرانی ها داده بشه که بتونن سرمایه گذاری بکنن و اصل رقابت در ایران محترم شمرده بشه. سپاه پاسداران یا گروه های زینفوز نتونن جلوی فعالیت اقتصادی رو بگیرن. بنابراین ما رشد اقتصادی رو بر این مبنا تامین میکنیم. منتها اعتقاد، شخصا من اعتقاد دارم، بازار از عهده همه کار بر نمیاد. ما احتیاج به یه دولت داریم، دولت کوچک، دولت دانشمند، دولت پاک. و این دولت کوچک دانشمند پاک در جاهایی که بازار نمیتونه فعالیت بکنه، بازار مؤثر نیست، اون دولت باید وارد بشه. دو عرصه هست که ما روش تاکید میکنیم. یکی مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی که هنجار بازار میتونه این هنجارها به ایجاد نابرابری توجه نکنه و دوم مسائل محیط زیست که روش تأکید شد. بنابراین همونطور که عرض کردم سه حساسیت بزرگ جامعه ایرانی، یکی مسئله رشد، دوم مسئله نابرابری های اجتماعی که به شدت جامعه ایران جامعه نابرابری هست در حال حاضر. حتی بر اساس آمار رسمی چیزی دارم به نام ضریب جینی، ضریب جینی در ایران حتی از کشورهای همسایه مثل پاکستان، مثل خیلی از کشورهای خاورمیانه نشون میده که ایران جامعه ای هست نابرابرتر. بنابراین ما باید مکانیزم هایی رو پیش بینی بکنیم که با نابرابری اجتماعی در ایران مبارزه بکنه. عدالت اجتماعی باید تأمین بشه، به خصوص از راه گسترش امکاناتی که مدرسه و بهداشت در اختیار همه در حتی مناطق عقب مونده ایجاد میکنه و از این نظر شرایط مساوی به وجود میاره برای اینکه ایرانی ها بتونن زندگیشون رو شروع کنن و پیشرفت کنن. و بالاخره مسئله سوم، مسئله بسیار بزرگ، مسئله محیط زیسته. حساسیت های زیست محیطی حساسیت هایی هست که در دنیا پخش میشه. ما به علم اعتقاد داریم، ما اعتقاد نداریم که باید به عقب برگشت، ما اعتقاد نداریم که باید رشد رو کم کرد. کم کردن رشد یعنی سقوط. ما میتونیم رشدی رو داشته باشیم که مبتنی بر محیط زیست باشه. ما اقتصاد بازار مبتنی بر محیط زیست میخوایم. رشد رو با محیط زیست میشه آشتی داد. خلاصه کنم و تموم کنم. دوستمون نه اصلا خواهش میکنم. با
غضب به من نگاه کرد. عرض کنم که غضب یزدان هم یه چیزیه حالا. مواظب این مسائل هست که ما روش فکر میکنیم، این مسائل هست که ما روش فکر میکنیم، سعی میکنیم که به خصوص به مردم ایران، به خصوص به کارشناسان، و من بازم ببخشید تأکید میکنم، این رو من میخواستم حضورتون عرض کنم، ما در جامعه ایران اقتصاددانان بسیار برجسته‌ای داریم، ما کارشناسان بسیار برجسته‌ای داریم، ما روزنامه نگاران اقتصادی فوق‌العاده‌ای داریم، اینا میتونن آینده ایران رو بسازن. همه چیز امکان پذیر هست، ولی این امکانات دست ماست که بتونیم این امکانات رو عملی بکنیم، به نتیجه برسونیم یا نخواهیم این کار رو بکنیم. متشکرم.